سلام به همگی، به چنل من خوش اومدید. از یک سال پیش خیلی از من پرسیدن که از طرز چی میگن؟ چجوری موهاتو درست میکنی؟ لطفا فیلم بگیر و بگو چی میزنی و اون چیزا. گفتم که بریم یه ویدیو بگیریم سریع. داریم میریم الان با خانواده کمپ، اونم یه ویدیو جدایی خواهد بود و بریم که بهتون نشون بدم چی میزنم به موهامو، چجوری استایلش میکنم. الان از حمام اومدم، یه آرایش سری کردم و الان موهامو احتمالاً خشک شده. موهای من خیلی سری خشک میشه وقتی که از حمام میام و الان یه تقریباً 10-15 دقیقه توی این حوله بوده، واسه همین دیگه ببینید خشک شده تقریباً. ولی بریم که اولین استپ رو بهتون نشون بدم. اولین استپ اینه که همه رو شونه میکنم. میدونم خیلی ها دیگه وقتی که از حمامیم بیرون دیگه شونه نمی کنن، ولی به نظر من فرا قشنگ تر میشه وقتی که شونه می کنی و بعد استایل می کنی. من آب پاشم رو بیارم ببینم الان خوش شده، از پایینش معلومه. خب اول شونش می کنم بعد خیسش می کنم، چون که خب الان تقریبا همه مامو شونه کردم. استپ بعدی اینه که موها رو قسمت قسمت میکنم. میریم قسمت از این تیکه من شروع میکنم معمولا، که آخرین استپش قسمت جلوی موهام باشه. کلیپس میزنیم بالا، اینم میتونیم جمع کنیم بذاریمش برن اینجا برای خودش بمونه. خب حالا این قسمت رو ببین، این پایینش خشکه، نباید خشک باشه. آب میزنیم. این اسپری هم از آمازون گرفتم، خیلی اسپری خوبیه. این قسمت پایین هنوز خشکه، باید خوب خیس بشه که اون پروداکت، موادی که میخوام بهش بزنیم، قشنگ بره توی خورد موها. اولین پروداکتی که من میزنم اسمش دیوا کرل هست. این واسه نرم کننده موها هست. بعد از حمام اینجوری به کل مو میزنم، قشنگ که بره توی. بعد باید زیاد زد برای اینکه مو حالت خودشو بگیره، باید زیاد زد. اینو شما ریپیت میکنین تا برسید به قسمت جلوی مو، که بعد رسیدم به جلوی مو بهتون نشون میدم. به این قسمت مو که رسیدید، از اینجا این تیکر اینجوری بگیرید که اینو بذارید کنار. ما این قسمت رو همون کاری که اینجا انجام دادیم انجام میدیم، این قسمت فرق داره تکنیکش. پس بریم این تیکر رو بذاریم برای بعدن. اینجوری ببینید معلومه چقدر این که خوش شده با اون فرق داره. خب بچه، من این قسمت رو انجام دادم، گذاشتمش کنار. حالا فقط میخواستم که بگم این جلو رو چی کار کنیم و چرا با اون تیکا فرق داره. دوباره آب میزنیم. قسمت مو که شونه شد، همون کار رو انجام میدیم، بهش کرم مو میزنیم. خیلی هم مو میریزه وقتی که این کار میکنم، موهای من خیلی میریزه. ژلمون رو میزنیم. اینقدر بعد تنها فرق این قسمت جلو اینه که با بروسمون اینجوری میکنیم، این تیکه رو میگیریم و فقط شیکش میکنید که اون حالت فرای درشتری رو، یا بستگی به شونه های بروستون داره. اینجوری که بگیریدش شیک شیک شیک، وقتی خشک بشه خیلی قشنگ میشه. نمیدونم، معلومه نور افتاده توی دوربینم، نمیبینم خودم. خب بریم اون قسمت هم انجام بدیم، بعدش ببینیم چه شکلی میشه.
موی فر اصلا آسون نیست، ولی اگر بهش برسید، که من با این موضوع از بچگی مشکلشم، نمیتونستم بهش برسم، خیلی نعمت بزرگی. خب این هم دوباره به اون قسمت. ببخشید که داره بهم زنگ میزنه. یه لحظه یکی بهم زنگ زد، نتونستم اون قسمت رو نشونتون بدم، ولی الان این خشک نشده است. خشک نشده هست، وقتی که خشک شد دوباره فیلم میگیرم بهتون نشون میدم. برای خشک شدنش میتونید از دیفیوزر استفاده کنید، اون سشوار که اینجوری خشک میکنه، یا که همینجوری بذارین خشک بشه. با دیفیوزر فکر کنم قشنگتر بشه، ولی خب من الان وقت ندارم واسه دیفیوزر، مجبورم همینجوری که کارمو انجام میدم خودش خشک بشه. بریم ببینیم چه جوری میشه. خب بچه‌ها، اینجا دیگه مامان خشک شده بود و ما آماده شده بودیم بریم کمپینگ. خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگر سوالی دارید حتما این زیر بنویسید. دوستتون دارم. خدافظ.